بسم الله الرحمن الرحیم شاگردای خوب سنف نهم همراهان عزیز برنامه دریچه دانایی سلام وقتتان بخیر انشاءالله که حال همه شما عزیزان خوب باشه با هفتمین جلسه از مضمون بیولوژی سنف نهم امروز همراه باشید خب شاگردای خوب و عزیز سنف نهم درس گذشته که خوب خواندید انشاءالله ابتدا بریم ما و شما نکات مهم با یکدیگر مرور کنیم و بعد درس جدید و فصل جدید انشاءالله با یکدیگه شروع کنیم سوال اول فرد بالغ در یک دقیقه حداقل 20 بار تنفس میکنه ما و شما میگیم این جمله غلطه به خاطر از اینکه کلمه حداقل آمده در جلسه گذشته گفتیم فرد بالغ در یک دقیقه دوازده تا بیست بار تنفس میکنه اما اینجا حداقل از بیست هست یعنی این جمله به ما میگه تعداد تنفس ها از بیست و بالاست این جمله غلط خواهد بود سوال دوم کاربون دایوکساید در خون بیشتر به صورت ترکیب با هموگلوبین است کی میگه این جمله غلطه هر کی میگه این جمله غلطه کاملا صحیح گفته به این دلیل که جلسه گذشته گفتیم اکسیژن بیشتر با از به صورت ترکیب با هموگلوبین در خون هست اما کاربون دایوکساید به صورت محلول به صورت ترکیب بیکربونات بود پس این جمله غلطه سوال سوم عامل مرض آنفولانزا نوعی وایرس است ای کاملا صحیح هست و سوال آخر عامل مرض توبرکولوز مایکو باکتریوم توبرکولوزیس است ای جمله بله جمله صحیح هست حتی اگر در اینجا اشاره می عامل مرض توبرکلوز نوع باکتریم هست بازم درست بود چون در نامش قید شده مایکو باکتریوم توبرکلوز است خب انشاءالله که همه شما درست جواب داده باشید خب شاگردان خوب و عزیز یک فصل جدید با یک دیگر شروع می کنیم یک فصل بسیار بسیار شیرین و جذاب در این فصل ما در رابطه با سیستم دوران خون میخوایم. در رابطه با قلب، ساختمان قلب، انواع رگهای خونی، خود خون و نوار قلبی یا ایکیجی یا الکتروکاردیوگرافی قلب با یکدیگه دیگه سیستم دوران خون همونطور که از نام از او مشخص هست بر پایه حرکت خون در بدن هست یعنی این خون که خود از خود خون نوعی نسج ارتباطی هست ما انواع انساج در بیولوژی سنف هفت خواندیم به اونجا یک نوع نسجی در ساختار بدن حیوانات رسیدیم به نام انساج ارتباطی که خون، استخوان و قذروف مربوط به این انساج بود خب کاری که خون در بدن ما و شما انجام میده کار نقل و انتقالات مواد حتی در لحظه ای که ما و شما خواب هم هستیم اکسیژن از طریق خون در بدن ما و شما گردش میکنه در زمانی که ما و شما خواب هستیم در زمانی که ما و شما مطالعه میکنیم در زمانی که ما و شما میدویم غذا میخوریم حرف میزنیم علاوه بر مصرف اکسیژن گلوکوز یا انرژی هم مصرف میشه اما این انرژی فقط میتونه به وسیله خون به تمام حجرات بدن ما و شما برسه گازات تنفسی هورمون ها گلوکوز که همو قند خون هسته همه به کمک خون گردش پیدا میکنه هورمون ها را باز میخوانیم ان یاد میگیریم که هورمون ها که بسیار بسیار مهم هست و رشد و نمو و ما را تنظیم میکنه از مغز که ساخته شد به داخل ریخ خون ریخته میشه و توسط خون به ها یا های هدف برده میشه اما خون در زن و مرد ثابت هسته یا به یک اندازه هست یا نیست باید بگیم که خون به تناسب جنس به تناسب سن و وزن فرق میکنه یعنی در افراد بالغ مقدار خون بیشتر از کودکان و نوزادان هست و مقدار خون در زنان کمتر از مردان هست به طوری که ما و شما یاد میگیریم در زنان حدودا چهار و لیتر خون داریم اما در بدن مردان پنج تا شش لیتر ما خونه میبینیم خون یکی از مایعات بسیار مهم و حیاتی در بدن موجودات زنده هست اما یک چیزم یادآوری کنیم که تمام موجودات زنده ساختار یا ترکیب مشابه خون انسان نداره ما حتی موجوداتی رو داریم که خون اونها رنگ آبی داره دیگه سرخ نیست انشالله ده همین فصل و فصلهای بعدی اینها رو با هایی دیگر میخوانیم و یاد میگیریم شاگردای خوب تا حالی شاید شما به لابراتوارها رفته باشید اگر کدام خدایی نکرده مبتلا به کدام مرضی شده باشید و دکتر سایبا برای شما معاینات خونی داده باشه و شما به لابراتوارها رفته باشید می بینید که به کمک سرنج ها مقداری از خون شما را به عنوان نمونه می گیرن و به لابراتوارها اونجا ارسال میشه تا معاینات خونی لازمه برای اونا انجام بده همونطور که اشاره کردیم در دا داخل خون ما هرمون ها مواد معدنی، ویتامین ها، گلوکوز آب و تمام مواد مورد نیاز حیاتی ما در دا داخل خون هسته به همین خاطر هسته که برای تشخیص نوع مرض ما و شما معاینات خونی بسیار بسیار حائز اهمیت هسته اما یک خون چه بخش هایی داره با هم در کتابات بیولوژی سالهای گذشته شما تا حدودی خواندید و میدانید که خون شامل دو بخش هست یک بخش مایع و یک بخش جامد بخش مایع خون پلازمای خون نام داره در دا این تصویر هم شما به داخل مانیتور که برای شما آوردیم میبینین در دا داخل یک لوله آزمایش مقدار خون بیمار ریخته شده این خون اگر به حالت ثابت در یک جای قرار بگیره حتی اگه ما و شما هیچ دستگاهی را هم نداشته باشیم و یک جای ثابت و بی حرکت ما بگذاریم بعد از گذشت دو سه ساعت خود خون تجزیه میشه به دو بخش به دو بخش با دو رنگ متفاوت یکی را در بالا میبینین که یک رنگ زرد هسته که یه همو پلازمایه و یکی در پایین لوله آزمایش میبینین که سرخ رنگ هسته و بخش جامد خونه که باز کرویات مختلفی هسته خب این پلازما یا بخش مایه خون 5 و پنج فیصد حجم خونه به خودش اختصاص میده یعنی بخش مایه بیشتر از بخش جامد هستن رنگ این بخش پلازما چیزهای زیاده رو به ما و شما میگه البته به ما و شما نه به متخصصا و کسایی که در لابراتوارها کار میکنن هرچی این بخش پلازمای خون کم رنگتر و شفافتر باشه ما و شما سالمتر هستیم اگر این بخش کدرتر باشه تیره رنگتر باشه نشان دهنده ای هسته که خون ما و شما ترکیب عادی را نداره مگه در دا داخل پلازما چی هسته؟ در دا داخل پلازما قند خون، در دا داخل پلازما پروتئین، ویتامین ها و هورمون‌ها ها و مینرال ها را ما و شما میبینیم. پس دسترسی به هر قسمت از این مواد مورد نیاز بدن در دا داخل پلازما یا بخش مایه خون امکان پذیر خواهد بود. اما بخش جامد خون چی هست و چی چیزهایی در این بخش قرار میگیرد؟ اجزای خون پس خون شامل دو بخش بود پلازما که کامل با یک دیگر خاندیم پلازمای خون حال نوبت به بخش جامد خونه این بخش جامد خون همو کرویات خون هست چند نوع کرویات ما و شما داریم ما سه نوع کرویات را در داخل خون در داخل خون همه افراد میبینیم یکی کرویات سرخ هست که نام علمی او هست اریتروسیت اریتروسیت ها یعنی کرویات سرخ خون یکی کرویات سفید خون هست که به اونها لوکوسیت گفته میشه لوکوسیت ها و یکی دیگه صفحات دمویه صفحات دمویه یا پلاکت ها هست که به اونها ترومبوسیت گفته میشه ترومبوسیت ها پس کرویات خون ما شامل کرویات سرخ، کرویات سفید، صفحات دمویه, دمویه، یا ترومبو سیدها هسته. اما با یکدیگر اینها رو دانه به دانه میخوانیم و با ویژگی های اونا آشنا میشیم. اما یک نکته را فراموش نکنیم که از ترکیب خون ما و شما 45 فیصد حجم خون کرویاته 55 فیصد بخش مایعات یا پلازمای خون بود و 45 فیصد بخش جامد یا کرویات خون است اولین قسمت از بخش جامد خون کرویات سرخ یا اریتروسیت ها هستن بسیار جالبه که ببینید همونطور که در شکل میبینین کرویات سرخ خون هسته ندارن وقتی هسته ندارن در قسمت وسط ای کرویات یک حالت فرو رفتگی ما و شما میبینیم به اصطلاح میگن مقعر و طرف اینه. یعنی از هر طرف که ما نگاه کنیم قسمت وسط از او به صورت یک فرو رفتگی میبینیم چون هسته ندارن عمر گلوبوله ها یا به عبارت کرویات سرخ خون 120 روزه هر 120 روز اینها از بین میره خود از اینام که هسته ندارن تکثیر پیدا نمیکنن توسط مغز استخوان بدن ما اینها ساخته میشن خب کار مهمی که کرویات سرخ انجام میده نقل و انتقالات اکسیژن و مواد غذایی هست بیشتر از همه گازات تنفسی بسیار مهم است که در نقل و انتقال و رساندن اکسیژن به هجرات، بسیار بسیار اینا مهم هسته ما میتونیم بگیم اگر در یک سی سی یا یک میلی لیتر خون انسان شمارش بشه پنج میلیون کرویات سرخ یا اریتروسیت ها را ما داریم در هر یک میلی لیتر یا یک سی سی حجم خون ما اگر پنج لیتر حجم داشته باشد داخل بدن گفتیم در زنها چارانیم و, و در مردها پنج تا شیش لیتر. یک لیترش هزار میلی لیتر یا هزار سی سی هسته و داخل هر یک سی سی یا هر یک میلی لیتر پنج میلیون کرویات سرخ داریم گروه دوم کرویات سفید یا لوکوسیت ها هسته تعداد کرویات سفید یا لوکوسیت ها کمتره در هر یک سی سی هفت هزار تا ده هزار عدد ما لوکوسیت ها را داریم اما لوکوسیت ها به یک شکل نیسته لوکوسیت ها به شکل های متفاوت یعنی کرویات سفید چندین نوع هسته که لابراتواریست ها ابتدا رنگ آمیزی میکنه یا قطر خون ما و شما رو میگیرن به روی یک شیشه سلاید تهیه میکنه خشک میشه رنگ آمیزی میکنه و بعد با کمک این رنگ انواع کرویات سفید شمارش میکنه و بیماری هایی که مربوط به اونها هسته تشخیص داده میشه نقش مهمی که کرویات سفید در دا بدن داره نقش دفاع داره من همیشه به شاگردای خودم میگم که کرویات سفید خونه سربازهای بدن شما فرض کنید چیزا فرض سربازهای بدن که همیشه آماده هسته تا به محض ورود عوامل بیماریزا چه وایرس باشه چه بکتری باشه چه هر عامل بیماریزای دیگه ای که وارد بدن بشه کرویات سفید خود به اونجا میرسانه حالا کدام نوعی از اونا با چه نوعی فرق داره که انشاءالله در سنف ده و یازده اینا رو به طور مفصل یاد میگیرید کرویات سفید هسته داره اما کرویات سرخ هسته نداشته همو رنگ هم که ما میکنیم تشخیص ما به کمک نوع هسته و سایتو پلاس هست گلوبول های یا کرویات سفید خون دو گروه هستند گرانولوسیدها ها و آگرانولوسیدها. ها گرانولوسیت ها او کرویات سفیدی هستند که سایتوپلاسم اونها دانه داره در دا تصویر مانیتور در سمت چپ ای که من برای شما مشخص می کنم یک نوع گرانولوسیت رنگ آمیزی شده یک نق... نقطه های رنگ رنگی کلان و بزرگ شما می بینین به همین خاطر اینها گرانولوسیت هست پس گرانولوسیت نوعی کرویات سفید هسته که سایتوپلازم اونها دانه دارن اما در این سمت راست دو نوع کرویات سفید دیگر را میبینیم که در سایتوپلازم اونها ما اید رنگ های بزرگ را دیگه نمیبینیم به همه خاطر به اینها آگرانولوسیت ها میگن حالا در سالهای بعد میخوانیم گرانولوسیت ها سنو هستند. نوتروفیل، بازوفیل و اوزینوفیل ها و آگرانولوسیت ها شامل لنفوسیت و مونوسیت ها هستن یک نکته ایره حیف میاد به شما نگم شاگردای خوب مثلا وقتی که در فصل های مختلف سال در بهار و تابستان میشه بعضی از افراد آلرژی داره حساسیت داره عدسه، صرفه، آبریزش، خارش چشم از اینا، این علائم در اونها بارز میشه دیده میشه زمانی که به معاینات خون اینها مراجعه میکنیم میبینیم که در واقع تعداد تعداد بازوفیل های اینا زیاد میشن مقدار از این داخل همون یک سسی خون ما مشخص هستن نسبت این کرویات سفید با یکدیگر مشخصه مثلا در بیماری اپندکس نوتروفیلا زیاد میشه در عفونت های انگلی و روده ای ها زیاد میشه در آلرژی ها بازوفیل ها زیاد میشه این که این ها چگونه شمارش میشه چه تعداد باید باشه چه قدر زیاد میشه دیگه در تخصص ما و شما نیست انشاءالله درس بخوانید و اینها را خوب خوب یاد بگیرید حالی ما و شما سومین بخش خون یعنی صفحات دمویه یا پلاکت ها را میخواییم یاد بگیریم اما قبلش ما بر شما بگم شاگردای خوب که این صفحات دمویه یا پلاکت ها یکی از مهمترین اجزای خون هسته به خاطر اینکه نقشی که این کرویات کراوی دا، داره نقش خیلی خیلی مهم هسته صفحات دمویه یا پلاکت ها که شکل او را در تصویر میبینین در هر یک سی سی خون یا در هر یک میلی لیتر خون ما و شما 150 هزار تا 500 هزار ما صفحات دمویه یا ترومبوسیت یا پلاکت میبینیم خب اینا عمر کوتاهی داره و خیلی سریع خراب میشه سریع تولید میشه یعنی یک بخش خیلی پر جنب در داخل خون ما و شما در داخل رگهای ما هسته اینا هم هسته ندارن خود اینا تکثیر پیدا نمیکنن بلکه مغز استخوان اینا رو میسازه اینا شکل های نامنظم داره شکل‌های نامشخص داره می بینیم یک سری های هم داره به همین خاطر است که اینها رو ما میگیم که شکل نامشخص و نامنظم خب مهمترین وظیفه‌ای که صفحات دمویه داره این هست که در لخته شدن خون و جلوگیری از خون ریزی ها بسیار بسیار مهم هستن ما در مبحث انعقاد خون که برسیم انشاءالله خواهیم خون علاوه بر کلسیم و ویتامین کا تعداد پلاکت ها یا ترومبوسیت ها یا صفحات دموی بسیار مهمه در بعضی از بیماری ها هسته، بعضی از افراد خدای ناخواسته به طور غیر منتظره و ناگهانی تعداد پلاکت های خون اونها به طور بسیار یعنی غیر ممکن و تعجب برانگیز اینا کاهش پیدا میکنه بعد از این که صفحات دموی اینها کاهش پیدا کرد این بیماران شروع به خونریزی های داخلی میکنه این خونریزی ها از اعضای دست و پا شروع میشه و خدای نخواسته به مغز و قلب هم میرسه و سبب آمبولی های ریه سبب سکته های مغزی و بیماری های بسیار خطرناک دیگه هم خواهد شد که ان الله خداوند نصیب هیچ کدام از ما و شما این بیماری ها را نکنه اما یکی از ویژگی های خونی مهم در بین افراد مختلف در یک اجتماع گروه‌های های خونی هستند گروه‌های های خونی یک مبحث بسیار بسیار مهم هست که ما و شما امروز فقط به معرفی گروه‌های های خونی اکتفا می کنیم و جزئیات گروه‌های های خونی را ان در جلسات بعد ما و شما یاد می گیریم. تمام افراد در روی کره زمین دارای گروه‌های های خونی مشخصی هستند ما چهار گروپ خونی اصلی داریم و یک چند گروپ خونی فرعی دیگه هم داریم که در شامل مباحث درسی ما و شما نمیشه انشاءالله در کتاب های بیولوژی در کتاب های سهی شما بخوانید به, نکت... نقط... به اون موارد هم روبرو میشین گروپ های خونی شامل گروپ خونی A گروپ خونی B گروپ خونی O و گروپ خونی AB هست های خوب دقت کنید در این تصویر کلمه H اشتباهی و اضافه آمده اما گروپ های خونی همین چهار گروپ هست گروپ خونی A گروپ خونی B گروپ خونی O و AB اما اینها مثبت و منفی هم داره یک نفر گروپ خونی O او مثبته یک نفر گروپ خونی او منفی گروپ خونی B هم به همین صورته B مثبت و B منفی گروپ خونی AB هم به همین دو تا AB مثبت AB منفی و گروپ خونی A هم یا A هم A مثبت و ای منفی را ما داریم اگر خدای ناخواسته کسی نیاز به خون پیدا کنه یعنی مقدار خون او حالا به علائم و عوامل مختلفی دچار خونریزی شده باشه عملیاتی شده باشه جراحت یا زخمی داشته باشه که حجم زیادی از خون او از دست رفته باشه حیات و زندگی این فرد با خطر روبرو میشه به همین خاطر هسته که در علم طب به انتقال خون روی میاره اما در مبحث انتقال خون باید نوع گروپ های خونی مشخص باشه و این بسیار بسیار مهم هست چون خدای ناخواسته اگه گروپ های خونی گروپ خونی مناسب به بیمار منتقل نشه یک گروپ خونی نامناسب وارد بدنش بشه بیمار خدای ناخواسته دچار لخته شدن خون میشه و دچار مرگ میشه اما این گروپ های خونی چگونه هسته یک قاعده عمومی و کلی ما در اهدای خون داریم که برای شما تشریح میکنیم در بین چهار نو گروپ خونی گروپ خونی او را ما داریم که گروپ خونی او که به نام دهنده عمومی خوانده میشه گروپ خونی او دهنده عمومی هسته یعنی به تمام گروپ های دیگه به او به ب به گروپ خونی ای و ای بی خون میده یک گروپ حالا بسیاری از در واقع استادا دکتر صایبا برای از اینکه بقیه مردم ای رو خوب یاد بگیرن ما میگیم گروپ خونی او افرادی سخاوتمندن بخشندن گروپ خونی او به همه میتونن خون بدن گروپ خونی بعدی گروپ خونی AB یا آبه هست که به اینا گیرنده های عمومی میگن گیرنده عمومی یعنی برعکس گروپ خونی A او به همه خون میده اما گروپ خونی AB از همه خون میگیره به همه خون به همه خون نمیده فقط به گروه خونی مثل خودش خون میده اما از همه خونه میگیرن به عبارت میگیم گروه خونی ای بی افراد خصیصی هستند. به کسی خون نمیده خون همه را میگیرن اما گروه خونی A و B چی جوری هسته اونا به چه کسانی خون میده و از چه کسانی خون میگیره را در اسلاید بعدی با یک دیگه میبینیم گروه خونی او به همه افراد خون میده هم به گروه خونی A، هم ای B و هم B. گروپ خونی ای بی هم از همه خون میگیره اما گروپ خونی A از او خون میگیره و به ای بی خون میده فراموش نکنید که به یک کسی مثل خودش یعنی او به او گروپ خونی A به A، گروپ خونی ای بی به ای بی گروپ خونی B به B، به افراد مثل خودش مشکل نیست اما اهمیت اونجایی داره که گروپ های خونی با همدیگه فرق داشته باشه گروپ خونی ب رو هم که شما ببینین از او میگیره و به ای بی یا آب خون میده به افرادی مثل خودش هم میتونه خون بده گروه خونی او به همه خون میده اما خودش فقط از گروپ خونی او خون میگیره جامعه آماری نشان میده که بیشتر مردم کشورهای آسیایی گروپ خونی بی و او را داره و بیشتر افرادی که گروپ خونی او داره اینها به صورت آمار هست صد, فی صد نیست اما در کتاب های علمی آمده که بیشتر کسانی که دچار ناراحتی های معده شده و زخم های معده را دارند بیشتر افرادی هستند که گروپ خونی او دارند حالا ما شما یک سری مسائل را در رابطه با گروپ های خونی بهتر یاد بگیریم هر گروپ خونی دارای آنتیژن و آنتی کور هست یک چیز به نام آنتیژن داره و یک چیز به نام آنتیکور که انشالله در جلسه بعدی اینها را تشریح میکنیم گروپ خونی او دهنده عمومی گروپ خونی ای بی گیرنده عمومی و یک چیز بسیار مهم هست که اینه آنتیژن و آنتیکور همنام سبب لخته شدن خون میشه حالا این همنام بودن ای دوتا به چه صورت هست یک بحث مفصلی داره که انشاءالله در جلسه آینده با معرفی کردن انواع آنتیجن ها و انواع آنتیکورها، ها اونجا هم این مسئله رو به خوبی شما یاد خواهید گرفت خب شاگردای خوب ما انشالله که از درس امروز لذت برده باشید چیزایی که امروز در رابطه با خون ما و شما خواندیم مقدمی هست برای سیستم دوران خون در سیستم دوران خون خون هست که به تمام قسمت های بدن گردش میکنه ما باید با اجزای خود خون آشنا شدیم که انشاءالله در جلسه بعدی مبحث کامل خواهد شد انشاءالله همه شما عزیزان تا جلسه بعدی در صحت و سلامتی کامل به سر ببرید درستان خوب خوب بخوانید که جلسه بعدی ما و شما بتونیم از درسمو کمال استفاده رو ببریم تا جلسه بعدی شما عزیزان به خدای بزرگ میسپارم خدا یار